سلام دوستان، امروز یک مقاله ای رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما مقاله امروز به صورت کلی به موضوع مرگ سیاه یا طاعون میپردازه. مقاله امروز قصد داره که از بررسی متون تاریخی بیاد یک تصویرسازی خیلی واضح‌تری نسبت به گذشته برای اینکه چگونه این بیماری یا طاعون در دنیا به وجود اومده و چگونه در کل دنیا منتشر شده. میخواد این مقاله بیاد این متون رو بررسی کنه که بتونه تصویر سازی خیلی بهتری انجام بده واسه ما. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما مقاله در ابتدا این رو بیان میکنه که ما معمولا در مورد تدریس در مورد تاریخچه طاعون و این بیماری این رو بیان میکردیم که معمولا طاعون از قرن 14 هم شروع شده و از غرب چین این بیماری استارت خورده و دلیلش هم این بوده که انسانهای اون منطقه از یک سری از جوندگان استفاده میکردن در غذاشون. خب این بیماری عفونی و بسیار کشنده به قدری فراگیر شده بوده که تا یک سوم تا نیمی از انسانهای روی کره زمین رو کشته بوده و این بیماری از آسیا تا اروپا، از شمال کره زمین تا قاره آفریقا گسترش پیدا کرده بوده. اما چیزی که نویسنده این مقاله داره بیان میکنه این هست که داستان ما در مورد بیماری طاعون در بهترین حالت ناقص هست. و اما در ادامه مقاله میپرد به متن اصلی خود مقاله‌ای که این محقق اون رو نوشته. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که این مقاله به قدری بزرگ و مهم هست که یک جورای دید ما نسبت به این همه‌گیری بزرگ رو تغییر میده. خب این نویسنده این رو بیان میکنه که در همون بازه‌ای که ما فکر میکردیم این بیماری در حال گسترش بوده، حداقل 4 گونه مختلف از این بیماری در سراسر دنیا در حال گسترش و پیشروی بوده. خب ما شواهدی رو پیدا کردیم که نشون میده طاعون قبلا دهه ها قبلتر در آسیا وجود داشته و در حال گسترش بوده. حدود 800 سال پیش ما داریم صحبت میکنیم. خب این داده های جدید منشأ وجود طاعون یا اون شروع طاعون رو 100 سال به عقبتر برمیگردونه و این به این معنی هست که موج اولیه طاعون یک انفجار 10 ساله وحشتناک نبوده، بلکه این یک بیماری بوده که بیش از 100 سال در بین قاره در حال گسترش بوده و یک جورایی به کل این قاره رخنه کرده بوده. خب این رخنه کردن ها ادامه پیدا میکنه تا زمانی که این بیماری به اون حد بحرانی خودش میرسه و اون مرگ ها و اون کشتارهای بیرحمانه رو ما از طریق این بیماری در این نقطه بحرانی دیگه میتونیم مشاهده کنیم. پس یک بیماری بوده که از 100 سال پیش در حال به وجود اومدن و گسترش پیدا کردن بوده. خب تا اینجای مقاله با همین اطلاعات مختصری که ما به دست آوردیم میتونیم اهمیت این رو بفهمیم که چرا ما باید این همه‌گیری های بزرگی که بر روی کره زمین اتفاق افتاده رو بررسی کنیم و یک جورای اونها رو درک کنیم. دلیلش هم این هست که ما پیوسته با طبیعت در حال تعامل هستیم و یک جورای این بررسی ها به ما کمک میکنه که بتونه جلوگیری کنیم از اون بیماری ها یا اون همه‌گیری های بزرگی که در آینده میخواد اتفاق بیفته. اما در اینجا ما باید به این نکته اشاره کنیم که احتمالاً طاعون بیماری های انسانی نیست، چرا که این بیماری برای تولید مثلش به یک بیس انسانی متکی نیست. معمولاً این بیماری ها بیماری های مشترک بین انسان و دام و حیوانات هستند. خب این بیماری ها در بین حیوانات گسترش پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه و به یک نقطه بحرانی میرسه و ما بعد از این نقطه بحرانی هست که میتونیم اون فجایع های انسانی رو مشاهده کنیم و اون مرگ و میرها رو به چشم ببینیم. اما چیزی که در اینجا باید بهش اشاره کنیم این هست که انسان‌ها در همین شرایط هم یک جورای ناقل این بیماری هستند و یک جورای کمک می‌کنن به گسترش بیشتر این بیماری. و اما نویسنده مقاله در اینجا این رو بیان می‌کنه که زمانی که ما شروع کردیم به آغاز این تحقیقات واقعاً نمی‌دونستیم که این بیماری چگونه، از کجا و چه زمانی شروع شده. و زمانی که بین انسان‌ها صحبت می‌کردیم از طاعون، یک جورای تصور می‌کردند که این بیماری مربوط به همون قرون وسطا است
و دیگه این همه گیری های بزرگ رو ما به واسطه این مدرن سازی که برای کره زمین انجام دادیم نخواهیم دید. اما زمانی که در چند سال اخیر ما این همه گیری بزرگ رو دیدیم، انسان ها انگار یک جورای بیشتر به اهمیت بررسی این همه گیری ها که باعث این کشتارهای بزرگ میشه پی بردن. و اما نویسنده مقاله به عنوان اولین گام این رو بیان میکنه که ما نیاز داشتیم که به تجزیه و تحلیل بپردازیم بدن اون افرادی که مطمئن بودیم بر اساس طاعون مردن. خب ما میتونیم از طریق بررسی این اجساد که مطمئن هستیم دی ان ای این بیماری رو یک جورای استخراج کنیم. خب یکی از بهترین مکانهایی که میتونیم این تحقیقات رو درش انجام بدیم، نویسنده بیان میکنه که یک گورستان بوده در لندن. خب این گورستان فقط واسه دفن کردن اجسادی که به طاعون مرده بودن ساخته شده بوده و بعد از این که این همه گیری پایان پیدا میکنه، یک جورا این گورستان تا به امروز پلم شده بوده. و اما یکی از نتایج مثبت این تحقیقات هم این بوده که یک سری از تردیدها رو در بین دانشمندها از بین برده. خب نویسنده این رو بیان میکنه که ما یک سری گمانها و یک سری شکهای گسترده رو داشتیم که نمیتونستیم اونها رو از طریق اطلاعاتی که داشتیم اثبات کنیم، اما این تحقیقات تونسته کمک کنه که ما بتونیم اثباتی واسه اونها پیدا کنیم. خب اون تردیدها هم این بوده که یک سری بیماریهای دیگه در این همه گیری نقش داشتن. خب ما از طریق این تحقیقات تونستیم اونها رو اثبات کنیم. و اما نویسنده مقاله در اینجا این رو بیان میکنه که قرار دادن مرگ سیاه در آسیای قرن 13 هم به چیزی بیشتر از داده‌های ژنتیکی نیاز داشته. ما در تحقیقاتمون نیاز داشتیم به یک ناقل که بتونیم این گسترش و این همه گیری رو یک جورای توضیح بدیم. خب در وهله اول این نویسنده و این محقق میاد تمرکز خودش رو برای یک جونده کوچک میذاره که بر اون دشت‌ها و اون استپایی که مغول‌ها درش زندگی می‌کردن زندگی می‌کرده. اسم این جونده مارموت بوده. مغول‌ها از مارموت استفاده می‌کردن واسه گوشت و چرم این جونده، چرا که چرم این جونده یک جورای هم سبک بوده و هم ضد آب. اما مغول‌ها در سال 1216 یک مهاجرت کلی رو انجام میدن به کوه‌های تیانشان و دلیلش هم این بوده که اون قوم و قبیله شون تونسته بوده یک قوم و قبیله در اون منطقه رو فتح کنه، پس در نتیجه مغول‌ها مهاجرت کردن به اون منطقه واسه زندگی. اما زمانی که مغول‌ها به اون منطقه رسیدن با یک سری از مارموت‌ها روبرو شدند که احتمالاً حامل گونه از طاعون بودند که در انتها این طاعونی که در این مارموت‌ها وجود داشته تبدیل میشه به همین بیماری که همه‌گیر میشه در کل دنیا. اما نویسنده مقاله این رو بیان میکنه که زمانی که ما میخواستیم تحقیقات انجام بدیم در مورد منشأ طاعون در قرن 13 هم، معمولا اون اطلاعاتی که داشتیم مناسب بوده واسه اینکه بفهمیم منشأ طاعون چه جوری بوده و از کجا شروع شده. اما زمانی که می‌خواستیم اون مکانیزم انتشار رو پیدا کنیم، معمولا اطلاعاتی نداشتیم و اطلاعات اونقدر کم بوده که ما بیشتر بر حدس و گمانهای خودمون پیش می رفتیم. و اما این روند ادامه پیدا می کنه تا ما می رسیم به 45 سال بعد و شهر بغداد. خب اون مقاله‌ای که نویسنده اشاره می کنه که ما این اطلاعات رو ازش بیرون کشیدیم، اون مقاله‌ای بوده که توسط یک مورخ ایرانی به نام آقای ایرج افشار در سال 2009 منتشر میشه و این مقاله بعداً توسط یک فرد دیگه به انگلیسی ترجمه میشه. اما مشکلی که این مقاله داشته این بوده که به خاطر اینکه متون تاریخی از اون دوران باقی نمونده بوده، این مقاله دارای یک سری اطلاعات در هم ریخته بوده. اما اگر بخوایم به استناد این مقاله یک سری اطلاعات در مورد اون حجم کشتارها و اون حجم مرگ و میرها در اون دوره بیان کنیم، این رو باید بگیم که اینقدر حجم اون مرگ و میرها بالا بوده که مردم بغداد دیگه نمیتونستن اون مرده ها رو یک جورای دفن کنن و اجساد رو فقط در رودخونه دجله رها میکردن. و اما ما همه این داستان ها رو بیان کردیم که بتونیم اون مکانیزم انتشار این بیماری رو کشف کنیم. خب چیزی که این مقاله در طی این داستان ها بیان میکنه، اشاره میکنه به وجود یک سری واگن های غلات که غلات رو به این مناطق منتقل کرده بودن. این همون نکته و پازل گم شده مکانیزم
انتشار این بیماری بوده در دنیا و به منطقه خاورمیانه. اما اگر بخوایم تمام اون اطلاعاتی که تا اینجای مقاله ما به دست آوردیم رو یک جوری در کنار هم قرار بدیم، باید به این نکات اشاره کنیم. در وهله اول ما میدونیم که یک سری بیماری ها وجود دارن که بین حیوانات و انسان ها مشترک هستند، که در اینجا اون حیوان مد نظر ما همون مارموت ها بودن. خب این بیماری در بدن مارموت ها وجود داشته. از طرفی مغول ها این حیوان رو یک جورای شکار میکردن واسه گوشت و پوستی که نیاز داشتن. خب در نتیجه این بیماری به بدن انسان ها هم منتقل میشه و باعث به وجود اومدن بیماری به نام طاعون میشه. اما پازل گم شده این بیماری همون مکانیزم انتشاری بوده که تا اینجای مقاله ما نمیدونستیم. اما طبق این شواهد جدیدی که ما تونستیم به دست بیاریم، تونستیم مکانیزم انتشار رو هم متوجه بشیم. خب مکانیزم انتشار به این صورت بوده که مارموت‌ها یک حیوانات وحشی بودن، پس در نتیجه از انسان‌ها فراری بودن، پس در نتیجه نمیتونن این حیوانات به انسان‌ها یک جورایی وصل بشن که بتونن به تمام دنیا منتقل بشن. اما چیزی که دانشمندها حد زدن این هست که این مارموت ها این بیماری رو تونستن به یک سری از جوندگان دیگه منتقل کنن. خب اون جونده ای که بهش منتقل شده بوده طبق حدس دانشمندها همون موش ها بودن، که این موش ها هم از طریق واگن غلات به تمام دنیا و بالاخص بغداد منتقل شده بودن، و این همون مکانیزم انتشاری بوده که ما تا الان نتونسته بودیم اون رو کشف کنیم. اما اگر بخوایم به بزرگی مقاله که الان داریم اون رو مطالعه می‌کنیم بپرد، بعد این رو بیان کنیم که برای به دست آوردن همچین اطلاعاتی این محقق و این دانشمند انسان‌ها و محقق‌های از رشته‌های مختلف رو کنار هم جمع کرده که بتونه این مقاله رو یک جورایی به وجود بیاره. خب رشته‌هایی که استفاده شده در این تحقیقات هم از مورخان تاریخی بگیر تا ژنتیک شناس‌ها، دیرینه شناس‌ها و زیست شناس‌ها بودن که بتونن در مجموع یک سری اطلاعات و داده‌هایی که تا به امروز ما اونها رو نمیدونستیم رو بتونیم جمع کنیم که یک نتیجه گیری نهایی انجام بدیم واسه این همه گیری که تونسته این حجم از کشتارها و مرگ و میرها رو روی دست انسانها بذاره. و ما اهمیت این تحقیقات رو بعد از به وجود اومدن این همه گیری در چند سال اخیر متوجه میشیم. و طبق نظر مقاله بهترین نمونه هم واسه تحقیقات همین طاعون و مرگ سیاه بوده، چرا که اطلاعات و داده‌های تاریخی خیلی زیادی ما در سراسر دنیا داریم در مورد این بیماری و این همه گیری. پس در نتیجه میتونیم از جنبه‌های مختلف به این بیماری نگاه کنیم. و اما در اینجا مقاله یک نقل قول از اون محققی که این تحقیقات رو انجام داده بوده بیان میکنه. این محقق این رو بیان میکنه که این بیماری و این مرگ و میرهای بزرگ حاصل قضا و قدر و سرنوشت ما انسان‌ها نبوده. این حاصل فعالیت‌های انسانی بوده که ما بر روی کره زمین داشتیم اونها رو انجام میدادیم، که در نتیجه باعث به وجود اومدن همچین بیماری‌هایی شده که در انتها هم ما همچین مرگ و میرهای به این اندازه بزرگ رو میتونیم مشاهده کنیم. پس در انتها این در نتیجه کار خود ما انسان‌ها هست. خب دوستان، این مقاله‌ای بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید، یا اگر این مقاله رو دوست داشتید میتونید این ویدیو رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.